بشم هشم نسل من نسلی اخ تورا سیوالانو مشه مراشرا قهیلت یعقوب بذرت هشم ایدوالخ ادامه میدیم ترجمه و تفسیر پاتخ الیاهو زاخولتوب را از سیدور کوانت الف صفحه 54 میخوام فرماید به خما گوفین تقنت لون دیت قریو گوفا لگبه لبوشین دیمخسیان علیهون و خما گوفین یعنی اجساد زیادی. اینجا نوشته کلیم روخانیم یعنی ظرف‌های روخانی میلان یعنی معنوی، کلیم روخانیم یعنی ظرف‌های معنوی یا اجساد بسیاری تقنت لند مرتب کردی برای آن، یعنی برای اون سفیران جا معین کردی مرتب کردی کنتال استر سفیروت، یعنی آماده کردی برای استر سفیروت دیت قره و گوفا که اینا خونده میش خانده میشوند نامیده میشوند. گوفا یعنی جسم ها. اینجا توضیح داده که پس اجساد بسیاری مرتب کردی که در برابر لباسی که آنها را میپوشاند جسد نامیده میشوند. اینجوری باید معنی کنیم دیت قره و گوفا لگبه لبوشین دیم خسیان علیون، یعنی اجساد بسیاری مرتب کردی که در برابر لباسی که آنها را میپوشاند جسد گوفا جسم خوانده می شود. یه شماره 8 اینجا شماره یه به خما گفین نوعی داره، اینجا نگاش کنید به خما گفین افیلو اوتا مگوفیم یش لایم اود لبوشیم، حتی اون گوفها دارد بازم لباسها شباه میتلب بشیم که به وسیله آنها پوشیده می شوند. دینو یتسیرا منظور یتسیراه هی لبوش ابریا که اون لباس بریاس، یسیرا لباس بریاس و اسیا لباس یسیراس. هیچ عالم هایی که گفتیم یسیرا بریا اسیا اینجا یه جوری توضیح میده که یسیرا لباس بریاس و اسیام لباس یسیراس. ادامش میفرماید بیت قری و بتیقونا دا و خوانده می شود اون سفیروت به این ترتیب ده پایین بیت خیرو بیت خونادا لفی شومر به امشخ به خاطری که گفته میشه در ادامه درو آیمینا حتی ولخشو فکر نکن هیچ گونه مادیات یاسف شانو برامر این مقدم کرده به لفظ مقدسش و گفته ایت قریب و به تیخونادا میخواد بگه اونها خونده میشن چون قرائت معمولی به این اسامی، فقط میخواد گوش ما رو آشنا بکنه که هم اوروت الیونیم زیرا اونها نورهای علوی هستند پاک و روحانی که انسان نمیتونه اون رو درک بکنه. خسد درعای مینا یعنی مهربانی یا احسان، درعای مینا یعنی بازوی راست، گبورا قدرت شدت، درعای سمالا یعنی بازوی چپ، تیفرت افتخار یا هارمونی، گوفا نیمتن است یا جسم، نسخ پیروزی و هد و شکو ترن شوقی دوتا ران دوتا ساق، یه صد بنیاد سیوماد گوفا اوج بدنی اوت برید قودش علامت عهد مقدسه ملخوت په ملخوت دهانه پادشاهی دهانه تراش بلپه قارنان لا ترای شفایی مینامند به او میخوانند به او
پایین که نگاه کنی اینجا ملخوت په، ملخوت نقرت شماره 11، ملخوت نقرت په، ملخوت شونده شده دان، الشم اتره تایستود بر اسم یا به خاطر اترت اون تاج پایه است که اون دهانه که پایه است. اولینا نقشر و در مورد تشبا نگاه کن در پیروش معلوت از سولام، یعنی اون پلکان نردبان، و اینطور در پردس شهر کافگیمل ارخ په، میگه تو پیروش معلوت از سولام و همینطور در پردس، برو اونجا توضیحاتش رو نگاه کن. خخما مخا، خخما اون مغزه، ایهی مخشابا میلگاب اون فکر درونیه، بینا درک قلبه که با آن قلب میفهمد، ول ایلنترن و بر این دو یعنی خخما و بینا گفته انیستاروت لدونای الوهنو پنهانیا به حضور هشم خالق ماست. کترلیون یعنی تاج عالی، تاج علوی، اون کتر ملخوته، تاج پادشاهی، و بر اون گفته شده مگید مرشید اخرید، از ابتدا پایان را میگوید. به یو قرقفتا دید فیله، و اون جمجمه ایه که تفیلین روش میبندن، شماره 13 پایین، شماره 12، مگید مرشید اخرید شبه خینت همال خود شبه خل اولام یوردت امیت لبشت به کتر شد اولام تختون همینا، که به جنبه ملخوت که در تمام عالم است فرود می شود و پوشیده می شود در کتر الیون که پایین تر از اوه، و این به فایده دنیا هاست، به خاطر که پیوند بدهد این را به این، به خاطر که بتونه قبول کنه اون نور را این از این. و از این گفته شده است مگید مرشید شهی رشید با علام هایی که اول ای دنیاست، اخرید چل علام معلا و عاقبت عالم بالا، و کتر دستیلوت، کتر دستیلوت اون الیون از تمام حیوت سامخ خونده شده، کتر ملخوت که بر ایقارش که اون جنبه ملخوت ده عتیقا قدیشا، شاید نمیدونم الف قوف چی میخواد بگه، عروف اختصاریه، بعد ببینیم جای دیگه برینه در که چی میگه. این یود سامخه میشه اس سفیروت، که اینجا میفرماید و خطر ده اصیلوت او الیون میکل ایود سامخ، یعنی اس سفیروت که خونده میشه کتر ملخوت که ایقارش او جنبه ملخوت ده آلف قوفه. شماره 13 میفرماید قرقفتا دیتفیله، زیرا که ترش کل آولام تاج تمام عالم حکومت عالم الیونه که بالاتر از اوه. یو قرقفتا دیتفیلین اون جمجمه که روش تفیلین میذاره به رازه که اون تفیلین مخین پنیمیه، یعنی مغز درونیه، و راز نشما به گوفه، چون میدونید که شاید میخواد بگه چون که تو مغز نشاما قرار داره، مغز داخلی، وخن زوی ملخوت، و این ملخوتی که فرود میشه انجام میشه درونی و جنبه نشاما به عالمی که پایین تر از اوه از داخل، و او شم ممهه، یکی از اسامی مقدسه، اول اور انصف باروخو، یعنی نور بی انتها که فرود میشه و نور میده در این دنیا. شام او معود معیر، آنجا او معیر نور میده، طریقه داخلی ملخوت که فرود شده اونجا، دیو اورخ اصیلوت که این اورخ اصیلوت برخ علام او به ارزش اون دنیا، ولو اصیلوت مماش من اصیلوت واقعی، و شم میمه که اون اورخ اصیلوت مقشر پیوند میده و مرتبط میکنه، متصل میکنه تمام نورها و سفیروت اصیلوت رو که متصل میشن به یکی شدن، به شامل شدن کامل واقعی.
ادامه میدیم بالا. میل گاو ایو اوت یود و اوت ه و اوت واو و اوت ه. این شم ممه است. میل گاو در داخل اون اسر سفیروت یود سامخ، در داخل اون اسر سفیروت اوت یود و اوت ه و اوت واو و اوت ه، که اینا اگه اینا با هم جمع کنیم میشه 45 میمه. دی اول اخسیلوت که این سیر یا راه اصیلوته. یو شق یو دیلانا بیدروی ومپوی که میا دشقه لیلانا ویتربه به او شق یو. اینجا یک جوری معنی میکنن که ماهیت یو شق یو دیلانا بیدروی ومپویا میفرماید ماهیت جریان نور الهی و این درخت را در اعضا و شاخه هایش سیراب میکند. که من یاد دشقه لیلانان امانگونه که آب درخت را سیراب میکند و ایتربه به اوش یقیو و با این آبیاری خود روش میکند. قسمت بالای ریبونالمین میدیسه که اول صحبت کرده در جنبه ایت پشتوت، یعنی پخش شده انصف باروخو، خداوندی که قدرتش بی انتهاست، به سر سفیروت ده سیروت، در ده تا سفیروت ده سیروت و به بعی او به بریا و یه سیرا و اسیا و تا صحبت میکنه و تا مدبر اخ و حالا صحبت میکنه چگونه آن انصف باروخو منتشر میشه. نمیشه گفت مروش از ابتدا تمام اون درجات تا آخر تمام درجات عالم پست و مادی. ریبونالمین انتو ایلت آیلوت، یعنی سرور عالم ها، استاد جهان ها. ریبونالمین سرور عالم ها، استاد جهان ها. انتو ایلت آیلوت بسیبت اسیبوت، تو هستی علت العلل و سبب الاسباب. دشقه لیلانا و او نبیو، سیراب میکنی دشقه، سیراب میکنی لیلانا به درخت، منظور اس سفیروت. به او نبیو با این جریان نوشته الیده امعیان از توسط این چشمه اروت شم میمه، نورهای نام میمه 45. بله یود که وافکه که به این شکل که بنویسیم میشه 45. و اون بیو و این جریان یا اون معیان چشمه یو که نشمه تا لگوفا، مانند روح به بدنه، نشاما به بدنه. یو خیم لگوفا زیرا اون حیات برای بدن، یعنی تا وقتی که نشاما هست آدم زنده است، حیات داره. او وقت لیت دیمیون به لیت دیگناد گوفا و از تو، یعنی در از وجود تو هیچ شبیه و هیچ تصویری به لونیتن لدم و دودخانه میشه تو رو شبیه کنیم، یعنی ما نمیتونیم خدا رو به هیچ چیزی شبیه کنیم. میکن من دیلگاب از آنچه که درونه اولور و برونه و وجود نداره، یعنی ما نمیتونیم خدا رو به این چیزی شبیه کنیم. پنیمیوت به خیسونیوت آولاموت، چه درونی چه برونی در دنیا چیزی وجود نداره که ما بتونیم خدا رو بهش شبیه کنیم. اوالاتا شمیا و ارعا و آفریدی آسمان را و زمین را، آفریدی آسمان را و زمین را و فقط مینه اون، خارج کردی از آنها آفتاب، یعنی آسمان و زمین که آفریدی ازشون آفتاب بیرون آوردی و سیه را و ما یاره یخ مهتاب به کخوه یا و ستاره ها و مزاله، برج‌های فلکی مزالوت و ارعا و در زمین ایلانین درختان اوچاین علفا
و گینتا دیدن و گندن و اسمین و بوته ها بگیم. پس تو زمینم گندن وجود داره، همون گندن تختونی که آدم آریشان اونجا بوده که هشم آفریده که از اونجا بیرونش کرد، که بعدم خره و میتفقت گذاشت شمشیر بازگون شونده که هیچ کس نتونه پیداش کنه. پس ما گندن تختون هم داریم و خوان و ایوانات و اوفین و پرندگان و نونین و ماهیا داگیم و ایرین بهایم و انسان ها. خوان خیوته یعنی آهو و گوزن و اینا، او بیرین گاو و بره و ایناست. لشتمو دا به آنیلاین که بشناسد توسط این به وسیله آنها ایلاین قدرت های بالا. ایلاین یعنی کخوتا ایلیونیم، چیزهایی که بالا هستن، قدرت هایی که بالا هستن. پایین میفرماید لشتمو دا به آنیلاین ها آلف کاف باروخو سی درکل. خداوند همه چیز رو ملتب کرده در پایین، و او چیزهایی که پایین مرتب کرده نشونه هایی است برای الیونیم که در اونها یکی رو اتایدیونیم به وسیله اونها، یعنی به وسیله چیزهایی که پایین است شما بالایی ها رو بشناسید. ولیده هم یخلو لیدموت و لمشید و توسط هایی بتونید یه شباعت هایی یه مثال هایی بفهمید. کی میکلده باری مگش میم، زیرا از تمام چیزای مادی که توی دنیا پیدا میشه مهم نودلانو از اونا معلوم میشه برای ما نمونه شون در عالمای بالایی. یک کمی بیشتر فهمیدیم اینجا چیزهایی که خداوند در زمین آفریده نمونه هاییست، مستوره هاییست از چیزهایی که تو شامعیمه، که یه چیزهایی بتونی بفهمی، یه شباعتهایی بتونی درک کنی. که ما شکاتوب آنطور که نوشته اومی بساری خزه الوهی یا الوکیم، و از بدن خودم من خداوند رو میشناسم، یعنی از بدن خودم بزرگی و عظمت و درک و عقل بینایت هشم رو من میشناسم. ولی آدام آدام روئه و توسط اونا، یعنی توسط تمام چیزها و بدنش، همه چیزهایی که آفریده و بدنش، آدم میبینه و میشناسه الهیت خداوند رو. کی کل معشیش به علام ازه، زیرا تمام اون چیزی که از توی دنیایش انافیم از شاخه ها بشلایم شرشیم و دارن ریشه های بزرگ در عالم های بالایی. این در کتاب زیب زوهر توضیح میده. ایت نگون به اونیلاین چگونگی انجام اموره، یعنی رهبری عالم های بالا و پایین. اینجا توضیح میده شماره 15 و خیت نگون به اون ایلاین به تتاین، که بالاها و پایین ها ارتباط دارن با هم دیگه، پیوند دارن با هم دیگه. ولید بن آدم توسط آدما یعنی تختونیم میتنگیم کلا علامات رهبری میشن تمام عالم ها، که اونا تأثیر میذارن فیض در تمام عالم ها. شیم تختونیم متیویم مسهم، که اگر اون تختونیم اعمالشون خوب میکنن گم الیونیم مقبلیم شفرا، همچنین اوبالایا قبول میکنن فیض زیادی و اروت الیونیم و نورهای الیونیم از انصف باروخو، و اگر راست بشنون برعکس باشه گمچنین آیلیونیم مفسیدیم بله ضرر میکنن و آورات میستلقیم و اون نورها دور میشن. اینجا چی میگه؟ میگه ببین آقا تو زمین کارهایی که انسان ها انجام میدن میسوت محسیم تویم، کارهای خوبی که آدم ها تو زمین انجام میدن تو شما این تأثیر میذاره، به آسمان فیض میده. اگر تو زمین مردم اعمال خوب انجام بدن تو شما این هم فیض زیادی میگیره، رو نورهای الیونیم شفا زیاد میگیرن و نورهای الیونیم از خداوند بی انتها اونجا هم فیض.
ما اینجا به جهانیان فیض میدیم، خوبی میکنیم تو شمعیمم، اونا فیض ازشون میگیرن، و اگر آس شالون برعکس باشه اونا هم ضرر میکنن، اونا هم فیض نمیگیرن و نورها دور میشه. یعنی کارای ما رو آسمون تأثیر میذاره. فیضی که ما به جهانیان میدیم، خوبی که به جهانیان میکنیم، باعث میشه که عالمهای بالایی هم فیض ازشون بگیرن. اگه ما نکنیم اون فیض هم نیست. و اخ اجتمدان میلایه به تطایه، و چگونه میشه ناسانی، یعنی معلوم میکنی به ما بزرگی هشم ایدوارخ. میلایه به تطایه، از چیزهایی که بالایه و از چیزهایی که پایینه. وله دیاده باخ کلاد، و هیچ کس تو را نمیشه ناسد، یعنی نمیتونه بزرگی و عظمت تو را درک بکنه. باروخ هشم لعولام آمن و آمن.